دوستان و همراهان همیشه که کانال حسین نظر ام‌ام‌ای، درود بر شما. یک فینال جذاب که منتظرش بودیم تا چند ثانیه دیگه آغاز میشه. سید دانیال سهرابی در برابر خوزستانی ما در مقابل سعید اسماعیلی. سعید اسماعیلی که به دو وزن بالاتر اومده، ببینیم چه میکنه در فینال در مقابل سید دانیال سهرابی که واقعا من کشتی هاش رو دوست دارم. عالی کشتی میگیره، سرحال و قبراق و جنگنده، هر دو کشتیگیر عالی هستن. ببینیم چه میشه این فینال جذاب و زیبا. فینال 67 کیلوگرم 43 دوره رقابت های بین المللی جام تختی اینجا آغاز میشه. هر دو دلاور از جنوب کشور، یکی از دزفول یکی از خوزستان، سعید اسماعیلی با دوبنده آبی در مقابل سید دانیال سهرابی با دوبنده قرمز. سعید اسماعیلی کشتی‌های زیبایی گرفت و خودش رو به فینال رسوند. همینطور سید دانیال سهرابی. سید دانیال یه لحظه رو پیش میدازه، دانیال رو خاک میکنه، اصلا فکرش هم نمیکرد. ببینید میکنه، حالا ببینیم سالتوی خودش رو اجرا میکنه یا نه. یه سالتو ولی ناقص، یه دوتایی باید بدن، نه یه تک امتیاز به خاطر خروج از توشک میده داور. ببینیم چه امتیازی روی تابلو ثبت میشه. فکر میکنم دوتا رو باید میدادن. داور یک امتیاز نشون داد. ببینیم رئیس توشک حالا داور رو میخواد، ببینیم چه امتیازی حتا بدل میشه. بله یک امتیاز به روی تابلو ثبت میشه. چه کشی 3-0 میشه. حالا یک باید تو اشاخ. دانیال سهرابی اصلا فکرش هم نمیکرد دو وزن بالاتر اومده و چقدر قبراق و سرحال داره کشکی میگیره. حتی قواره دانیال هم درشتر نسبت به سعید اسماعیلی. یک بادی میشینه و یک کمرگیری. حالا دانیال داره جمع جور میکنه، یک بادی پیش میندازه، این میتونه خاک کنه یا نه. نه خاک نشد. خود دانیال یه سالتوزن قهاره. حالا از سعید اسماعیلی نزدیک بود که سالتو بخوره نیمه، ولی خب ناقص یه امتیاز از دست داد. ببینید چه میکنه در ادامه کار. داره یه جای جمع جور میکنه برای کولنداز. خب حالا رها میکنه اسش رو، یه اسش رو گره گرفته. سعید اسماعیلی سعی میکنه پیش بندازه. سعید اسماعیلی فکر نمیکرد، سید دانیال فکر نمیکرد به مشکل بر بخوره در مقابل سعید اسماعیلی. ببینید چه میکنه. تا اینجا کار 3-1، یک بادی میشه برای کمرگیری. رو به جلو میتونه حتی به دانیال اخطار هم بدن. بله داور هم با ما هم عقیده هستش، اخطار میده و حالا باید در خاک سعید اسماعیلی بنشینه. ببینید دانیال واقعا سردرگمه، یه جوری انگار غافلگیر شده، فکر نمیکرد سعید اسماعیلی اینجوری به جنگ باهاش. در چه کشی 4-3 دو وزن بالاتر اومده در آور دسفولی ما که نقره قهرمانی جهان رو داره در اوفای روسیه، طلای نوجوانان جهان، طلای نوجوانان آسیا. حالا ببینیم چه میکنه در خاک. میکنه یک بایدی، ببینید سرسینه رو کاملا بالا میده. تو این شرایط واقعا سخت مسلط شدن و لیفت کردن، فشار زیادی میاره سعید اسماعیلی. البته باید انرژیش رو هم ذخیره کنه و سه دقیقه دومی در راه یه لحظه رو میکنه ولی نتونست. یک بایدی دیگه حالا لیفت میکنه ولی نه کامل. دانیال هم خوب داره جابجا میشه، سعی میکنه براندازش رو بزنه یا نه، نتونست. امتیازی رفت بدل نمیشه، نتونست کامل بتابونه. خیلی فشار بود به خودش سعید اسماعیل تا بکره بارانداز و سالتو بزنه ولی خب نتونست. عرض کردم خود دانیال یه سالتو زن قهاره، یه باراندازن قهاره و خوب نشست تو خاک. حالا دانیال یه امتیاز رو داره که 3 دقیقه دوم ساعت رو بیشتر کنه و خاک بگیر از سعید اسماعیلی. ببینیم چه میکنن در خاک در سر پا. 50 ثانیه تا پایان 3 دقیقه اول کشتی زبان داریم. کشتی آروم شد، یه لحظه میشه برای کمرگیری. دانیال یه پای دیگه، سعید اسماعیلی سالتوی زیبا، یه چارتای دیگه میگیره و 8-0 کشتی رو تموم میکنه. کشتی رو تموم میکنه و ببینید دانیال واقعا سردرگمه، اصلا فکرش هم نمیکرد. دو دلاور کشورمون، یکی از دزفول و خوزستان، سعید اسماعیلی تو دو وزن بالاتر میاد حالا قهرمان جام تختی میشه. تبریک میگیم بهش و خسته نباشید به دانیال. هر دو دلاور زیبا کشتی گرفتن ولی خب سعید بهترین بود. تبریک میگیم بهش و همه شما کشتی دوستان. امیدوارم که دیدن کشتی زیبا لذت برده باشین. تا درود دیگر، بدرود دوستان. بله خدا نگهدارتون.